برپایی تجمعات و نماز جمعه در استانهای بپاخواسته عراق علیه حکومت مالکی و مداخلات رژیم آخوندی، به رغم درگیری‌های گسترده و آتشباری وحشیانه نظامیان مالکی در علمبار. خطیب رمادی: انقلاب علمبار تا سقوط دولت و یا اجرای خواسته های قانونی مردم متوقف نخواهد شد. خطیب سامرا: ما با مشاهده جنایت های مالکی از آتشباری تا قتل کودکان و زنان و کوچ خانواده های سنی فریاد می زنیم، با تکیه بر انقلابمان بر خودمان حکومت می کنیم. در 440 روز شروع تحصان ها و در 72 روز بعد از حمله به تحصان رمادی، نماز جمعه در 6 استان بپاخواسته به رغم درگیری های گسترده در علمبار و توپباران طارمیه بغداد و تخریب خانه های مردم بیپناه برگزار شد. برگزاری نماز در علمبار، بغداد، دیالی، کرکوک، صلاح الدین و نینوا با شعار با تکیه بر انقلابمان بر خودمان حکومت میکنیم برگزار گردید. تمرکز سخنان خطبای جمعه این هفته تأکید بر ضرورت تکیه بر انقلاب جنبش مردمی به منظور خلاصی از حکومت مرکزی و به کارگیری تمامی وسایل برای کسب پیروزی بود. تلویزیون های بغداد، الرافدین، التغییر، الفلوجه و البابلیه برگزاری نماز وحدت جمعه در شهرهای سامرا و تکفیر را مستقیما پخش می کردند. تلویزیون بغداد جمعیت نمازگزاران را میلیونی توصیف کرد و گفت نامگذاری جمعه پیامی دارد مبنی بر اینکه دولت مرکزی عملیات هدف قرار دادن فرقه گرایانه علیه 6 استان به پاخواسته را ادامه می دهد. همزمان با برگزاری نماز جمعه در استانهای به پاخواسته، تظاهرات زنجیره‌ای در بغداد و استانهای بابل، زیغار، نجف، میسان، دیوانیه و کربلا با شعار لغو حقوق بازنشستگی رؤسای سگانه برگزار شد. تظاهر کنندگان سرقت اموال عمومی توسط حکومت را محکوم کردند و بر استمرار تظاهرات تا دستیابی به خواسته هایشان تاکید کردند. تلویزیون البغدادیه گفت در تظاهرات بزرگ زیغار علیه فساد، مردم از جمله علیه مالکی شعار می دادند از دروغ خسته شدیم، تو که از بیت المال می دزدی چگونه مدعی پیروی علی علیه السلام را داری؟ پسر هادی العامری با هواپیما بازی می کند. نماز جمعه این هفته در حالی برگزار شد که آتشباری شهرهای فلوجه و رمادی توسط نیروهای دولتی و قتل و کشتار مردم غیر نظامی این مناطق همچنان ادامه داشت و متقابلا عملیات عشایر مسلح در انبار و استانهای بغداد، دیالی، صلاح الدین، کرکوک و موسن نیز افزایش چشمگیری داشته است. در پهنه سیاسی نیز تضاد بین مالکی و مجلس و اکراد به اوج خود رسید و مالکی عملاً قصد خود برای انحلال پارلمان را برملا کرد و متقابلاً اسامه النجیفی رئیس پارلمان تصمیم مالکی را کودتای نظامی علیه مجلس و قانون اساسی توصیف کرد. تلویزیون العربیه گفت اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق تهاجم سنگینی به نوری مالکی کرد و نسبت به هر گونه تصمیم گیری دولتی قبل از تصویب قانون بودجه برای استفاده از اموال عراقیان اخطار داد و گفت این عمل اختلاس واضح به حساب می آید. اسامه النجیفی اعلام کرد هر گونه حکم دولتی قبل از تصویب قانون بودجه برای استفاده از اموال عراقیان اختلاس واضح به حساب می آید و نسبت به آن هشدار می دهیم. تمایل مالکی به این گونه اعمال را که خطرناک است هیچ رژیم دموکراتیک یا غیر دموکراتیک در جهان معاصر ندیده است و مالکی از نظر قوانین عام و قانون اساسی مسئول این اعمال است. نحذر من اللجوء الیه و ان تلویحه بهذا الاجراء. به گزارش خبرگزاری المدای عراق، خطیب رمادی اعلام کرد انقلاب علمبار تا سقوط دولت و یا اجرای خواسته های قانونی مردم متوقف نخواهد شد. شیخ عبدالله محمد الدلیمی، خطیب نماز جمعه که در مسجد الصدیق در مرکز رمادی برگزار شد، گفت
مسبب اول و آخر جنگی که در علمبار شعله ور شده است مالکی و دولت و سیاست‌های اوست که مطلقاً در اداری کشور موفق نبوده است و از مالکی خواست تا ارتش را بیرون بکشد. عبدالیمی افزود رمادی و فلوجه با ویرانی، قتل و کوچ دادن افراد مواجه است و امروز شاهد کشتار مستمر توسط ارتش و شبه نظامیانی که در کشتار سنی ها شرکت می کنند هستیم، در حالی که جهان بدون اینکه دخالت نماید و از مالکی حسابرسی کند به تماشا ایستاده است. خطیب جمعه رمادی گفت الانبار برای مدت 1 سال و 1 ماه خواسته های قانونی مطابق با قانون اساسی را در میدان های تحصن مطرح نمود، در حالی که دولت به سرکوب متحصنان پرداخت و در نتیجه انقلاب آغاز شد. اکنون انقلاب تا سرنگونی این دولت و یا اجرای خواسته ها ادامه خواهد یافت. تلویزیون الجزیره در گزارش خود از تظاهرات امروز 6 استان به پاخواسته عراق گفت شیخ سفیان محمود خطیب سامرا دولت مالکی را متهم کرد که جنایات بیشماری را مرتکب شده است. الجزیره افزود نماز وحدت جمعه در 6 استان عراق که از بیش از 15 ماه پیش علیه سیاست‌های نوری مالکی برگزار می‌شود ادامه یافت. در میدان الحق در شهر سامرا در استان صلاح الدین شیخ سفیان محمود در برابر نمازگزاران دولت مالکی را متهم به ارتکاب جنایت‌های بسیار از جمله توپباران شهرها کرد که منجر به کوچ 10,000 خانواده شده است. شیخ سفیان محمود خطیب نماز وحدت شهر سامرا گفت ای اهل سنت، شما شاهد تمامی جنایت هایی که دولت مالکی مرتکب می شود هستید. از آتشباری بر روی خانواده ها، قتل کودکان و زنان مسن و کوچ دادن خانواده های سنی، ما همه اینها را می بینیم و در برابر آن موضع می گیریم و فریاد می زنیم و می گوییم با تکیه بر انقلابمان بر خودمان حکومت می کنیم، نه به دولت مرکزی که تحت حاکمیت آن حریم و حرمت ها زیر پا گذاشته می شود. هل تريدون ان نباد تحت طاولة الوطن الواحد يا عباد الوطن. به گزارش تلویزیون بغداد خطیب جمعه سامرا گفت اهل سنت باید آرمانشان را با تمامی وسایل ممکن به پیروزی برسانند. خطیب سامرا حاکمیت بر اساس فرقه گرایی را رد کرد و تاکید کرد آنچه از قتل و کوچ دادن جریان دارد ما را بران می دارد که به این فکر کنیم که حکومت مرکزی را رد کنیم و باید با تکیه بر انقلابمان بر خودمان حکومت کنیم. خطیب سامرا از کشورهای عربی خواستار اتخاذ موضعی غیر از آنچه الان در قبال اهل سنت عراق دارند که همان موضع تماشاچیست شد و گفت که این مواضع در تاریخ ثبت خواهد شد. شیخ محمد طه حمدون سخنگوی جنبش مردمی اعلام کرد انقلاب مردمی در 6 استان به پا خواسته با هدف رهایی از رژیم فرقه‌گرای حاکم و رژیم استبدادی است. حاکمیت خودمان یعنی خلاصی از سیاست‌های دولتی که باعث هلاکت هر سو نسل و زیر پا گذاشتن تمامی حقوق می شود. همچنین جنبش مردمی کرکوک اعلام کرد عملکرد دولت مالکی علیه مردم انبار شکاف بین دولت و 6 استان به پا خواسته را بیشتر کرده است. به گزارش رافدین تظاهرات امروز در 6 استان به پا خواسته با انواع ممانعت‌ها و حملات مالکی و نظامیان و شبه نظامیانش مواجه بود. در بغداد در منطقه طارمیه از شب گذشته مقررات منع تردد کامل تا اطلاع ثانوی برقرار شده بود. در شهر رمادی شهروندان را با زور و اجبار از خانه‌هایشان در منطقه 5 کیلومتری این شهر کوچ می‌دادند. نظامیان مالکی با توپخانه روستای تلتاسه در طارمیه را هدف آتشباری قرار دادند که انهدام خانه یکی از شهروندان را به دنبال داشت.